در اینجا لازم میدونم از آقای مهندس حجتی به خاطر تلاش های شبان روزیشون در طول 6 سال گذشته در دولت تدبیر امید تشکر بکنم، سپاسگزاری بکنم و بسیار بسیار برام جای تأسف هست که جای خالی ایشون رو در دولت باید ببینم و خیلی سخت مدیری رو ما بیابیم که بتونه جای ایشون رو پر بکنه. امیدوارم همه اونهایی که تلاش میکنن برای خدمت به مردم خداوند بهشون اجر بده و عزیزانی که حالا به هر دلیل، حالا ایشون هم به دلیل فشارهای سیاسی، هم به دلیل از لحاظ جسمی هم دچار مشکل بود و خودش هم از قبل البته استعفا داده بود، من بیشتر به خاطر سلامت ایشون استعفای ایشون رو قبول کردم ولا نمیپذیرفتم. به هر حال یک نعمت بزرگ برای ما بود. من به عنوان رئیس دولت 11 و 12 خدمت شما مردم عزیز عرض میکنم یکی از وزرای کم نظیر دولت و یکی از خادمان بزرگ مردم، مردی که سراسر زندگیش اخلاص، ایمان، تواضع، اخلاق و سخت‌کوشی بود. خداوند انشاءالله ایشون رو مورد عنایت و توفیقات بیشتر خودش قرار بده و ما مردم رو هم شکرگزار نعمت خداوند و آماده برای تشکر نسبت به اونهایی که دارن خدمت میکنن به این مردم و خدمت کردن قرار بده انشاءالله. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح مطهر پیامبر عظیم الشأن اسلام ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، 3 طرح امور طیور، 19 طرح در امور دام، 5 طرح شیلات و آبزیان، 4 طرح زیربنایی، 5 طرح صنایع کشاورزی و همچنین عملیات اجرایی برای 3 طرح گلخانه‌ای و 7 طرح شیلات و آبزیان، 46 طرح اشتغال پایدار روستایی، 42 طرح صنعتی و تولیدی استان و از جمله طرح احیای تولید آلومینیای سراب، نیروگاه بادی آخکند، ساختمان اورژانس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا علیه السلام، 20 مرکز جامعه سلامت، اولین بیمارستان دندون پزشکی، سالن اساتید و همچنین 20 دستگاه آمبولانس ناوگان درمانی استان، قطعه 4 آزادراه تبریز ارومیه، 2 و 3 بزرگراه تبریز اهر، تقاطع غیر همسطح بناب و 240 کیلومتر راه روستایی رو افتتاح بفرمایید علی برکت الله.